سلام دوستان، به چنل خبر ورزشی خوش اومدین. بعد از بازی استقلال و گلگوهر، مربی دو تیم برای هم کری میخونن، ولی فرهاد مجیدی با متلک سنگینی به ادعاهای قلعه نوعی واکنش نشون میده که تو این ویدیو میخوایم به این موضوع اشاره کنیم. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو ببینیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. نظرتون رو هم برامون کامنت کنین تا با هم در ارتباط باشیم. تیم‌های فوتبال استقلال و گلگوهر سیرجان دیروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2-1 به سود استقلال به پایان رسید تا آبی پوشان راهی فینال بشن. وحید کاظمی داور مسابقه در دقیقه 72 اعتقاد داشت که ضربه آرش رضاوند به دست مدافع گلگوهر خورده و نقطه پنالتی رو نشون داد. این صحنه باعث اعتراض شدید امیر قلعه نوعی و نیمکت گلگوهر شد. داور هم مربی گلگوهر رو با دادن دومین کارت زرد از روی نیمکت اخراج کرد. علاوه بر اینها در دقیقه سوم بازی داور مسابقه به امیر قلعه نوعی هم کارت زرد داد که این تصمیم با اعتراض قلعه نوعی همراه شد، اما با پایان بازی در زمان مصاحبه قلعه نوعی اعتراضاتش رو تندتر کرد و به مجیدی و تیمش حمله برد. اون برد تیم استقلال رو تو چند سال گذشته حاصل خطای داوری دونست. این چهارمین بازیه که دارن با کمک داورا ما رو میبرن. از اون پارسال بگیر اشتباهات آقای پیام حیدری، بیژن حیدری، بعد آقای موعود بنیادی فر، بعد آقای زاهدی فر، امروز هم آقای کاظمی. شما یه مرجعی رو بگید ما بهش پناه ببریم از این ظلم. قبل بازی هم راجع به داوری صحبت کرده بودیم. بله، ما گفتیم فقط اگه عدالت، اگه جلو همه اینا میگم پنالتی اول پنالتی بود، من امیر قلعه نوعی هرچی نماز خوندم و کار خیرات کردم میگم تقدیم آقای کاظمی. بسه، به خدا بسه، به همه مقدسات توی ادعای مسائل اعتقادی داریم نیستش. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینیم دیگه. آقا میخواید باز چیز بازی میندازید، بگین آقا نه یا گل، ما یه شهرستانی هستیم 300,000 نفر. بازی گذشته 2 تا پنالتیمون رو نگرفتن، 4 تا بازی از پارسال 2 تا با سپاهان 2 تا با گلگوهر داورا دارن در میارن. من چیکار، آقای حسنزاده چیکار کنم، آقای خادمی عزیزی خادم که با این همه ادعا و اینا اومدی، ما چیکار کنیم، به کی پناه ببریم؟ خب بازی قبل 2 تا پنالتیمون رو نگرفتن، خب ما 4 رو میردد اینجا به دروازه ما نزدیک نشدن پنالتی، اصلا گلر ما زمین نخورده. نمیدونم واقعا، میگم 40 سال من دیگه از کاپتان جوانان تیم ملی بودم، از 42 سال تو ورزشم، همه چیزو دیدم، ظلمم دیدم، هیچی هم همش هم علکیه، عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه، هر کاری هم دلتون میخواد بکنی. خداحافظش. فرهاد مجیدی هم واکنش خودش رو به صحبت‌های قلعه نوعی نشون میده. اون در جواب خبرنگاری که به اعتراض‌های قلعه نوعی اشاره میکنه توضیح میده که داوری بهانه است و قلعه نوعی به علم مربیگری فرهاد شکست خورده. قلعه نوعی بعد از بازی اعلام کردن که توی 4 بازی مقابل این تیم شما با داوری برنده شدید. شما با این ادعا موافق هستید و به نظر شما در بازی امروز به تیم حریف ظلم شد؟ من نظری در مورد صحبت‌های آقای قلعه نوعی ندارم، ولی امروز فکر میکنم که برای بردن علاوه بر عشق و صداقت مربیگری نشون دادم که علم مربیگری هم تاثیرگذاره. غیر از این جواب فرهاد به ادعای قلعه نوعی، اون در مورد رنگ لباسش هم توی این بازی حاشیه هایی داشت و نیمه دوم بازی داور اونو مجبور کرد که لباسش رو عوض کنه. فرهاد هم در جواب این کار داور به تمسخر قول داد از بازی بعدی رنگ لباسش رو با نور استادیوم ست کنه تا مشکل پیش نیاد. والا من راستشو بخواین نمیدونم، قوانین بازی به بازی عوض میشه. من هر لباسی پوشیدم آقای داور گفتش که اون داوری که اونوره نور استادیوم میخوره تو چشش و این رنگو سفید میبینه یا آبی میبینه. حالا من از فردا باید برم سرچ کنم ببینم که چه رنگی با نور استادیوم همخونی نداره، که ان شاءالله اگه داور یه موقع اشتباه نگیره ما
خب من هم آبی پوشیدم هم اینو پوشیدم. من با این سه تا بازی قبلم کنار خط بودم، چند تا بازی کنار خط بودم. حالا این نمیدونم قانونه یا بستگی به شماره چشم آقای داور داره که حالا با اون نوری که تو استادیومه این چه رنگی تشخیص میده. ما حالا اگه یه قانونی به ما بگن من ممنون میشم که ما بدونیم که قبل از بازی چه رنگی رو باید بپوشیم.